عید بر همه شما هموطنان عزیز و گرامی مبارک باشه. با یکی دیگر از برنامه های کاکتوس که اتفاقاً مصادف شده با آمدن عید و من امیدوار هستم که این برنامه رو تا پایان تماشا کنید. میزبان چهره سیاسی هستیم که پس از نزدیک به یک سال دعوت برنامه کاکتوس را پذیرفته است. یک وکیل است و از زون غرب افغانستان به کابل آمده است. امشب عید است و شما می دانید که کاکتوس در شب و روزهای عید با مهمانان خود مدارا می کند و ما هم در این برنامه هم بدون شک این چنین خواهد بود. خانم ها و آقایان، مهمان این برنامه ناهید فرید، نماینده هرات در پارلمان افغانستان. وکیل صاحب، به برنامه کاکتوس خیلی خوش آمدید. حلول عید سعید فطر خدمت شما، مخاطبان برنامه شما، همکارای شما تبریک عرض بکنم و عید را مخصوصا به کسانی تبریک بگم که به معنای واقعی کلمه روزه گرفتن. بله. به دلیلی که هم برنامه ویژه هست. بله. و هم یک هفته گذشته روز بین المللی مطبوعات داشته. برای شما این گل را تقدیم بکنم به نمایندگی از اصحاب رسانه، ژورنالیست ها، خبرنگاران، همه کسانی که شب و روز برای بالا بردن سطح توسعه سیاسی در افغانستان توسط رسالت بزرگ رسانه کار میکنن و این بسیار ارزشمند هست. این گل چیزی نیست، برگ سبز است، تحفه درویش و به نمایندگی از همه اصحاب رسانه. امیدوارم که قبول کنید. تشکر، لطف کردید. من به احترامتان به این خاطر نمیستم که لین دارم، من هم باید بخیزم ولی نمیتونم. و شما خیلی لطف کردید، سپاسگزار هستم. و جالب هست، من نزدیک به 18-19 سال میشه کار خبرنگاری میکنم. سال 81 شروع کردم، نمیدونم دقیقا چند سال میشه، اما این نخستین قدردانی با ارزشی است که توسط یک شخص از کار کرده من به عنوان یک خبرنگار شده و من واقعا سپاسگزار هستم. سلامت باشین و شما لیاقتشو دارین. ازدواج کردید؟ بله. چند سال میشه؟ ما سال 1389 ازدواج کردیم. 1389 1400 11 سال پیش. یک ازدواج سنتی بومی که همه چیز خانواده تصمیم گرفتن یا نه خیر شما هم در این انتخاب نقش داشتید؟ نه خیر، من هم در این انتخاب نقش داشتم و اتفاقا همسرم به این دانشگاهی که من درس میخوندم درس خواندم در افغانستان؟ در هرات. بله. و تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم و با خانواده ها صحبت کردیم و خانواده ها هم رسوم سنتی خود را انجام دادن و خوشبختانه یک ازدواج موفق. خیلی کوتاه. بله. زن موفقی هستید؟ من روز اول که به پارلمان آمدم میگفتم، همونطور که پیشتر گفتم، من افغانستان تغییر میدم. چند سال پیش از امروز بود؟ سال 1389 اواخرش. بله. به گفته هراتی ها سالون های کانتیننتال زیر پای ما میلرزید از افتخار و غرور. جوانترین وکیل پارلمان افغانستان هستم. چقدر آرزو دارم، چقدر برنامه دارم. تحصیل کردم، زبان بلد هستم. من میتونم خیلی تغییرات بیارم. اما فضا، زمینه، اوضاع سیاسی، رویکرد الیت سیاسی ما نسبت به جوانان و زنان سطح انتظارات من بسیار پایین آورد. من فکر نمیکردم که چنین برخورد با دموکراسی بشه، با مردم سالاری بشه. خیلی از آرزوهای خود نتوانستم به سرمنزل مقصود برسانم. چند سال هست و در کجا به دنیا آمدید؟ من 37 ساله هست. و مکس؟ چون که باید حساب میکردم، چون که تقریبا چند روز پیش تولدم بود. مبارک باشه، مبارک باشه، مبارک باشه. انشالله هزار ساله شوید. ممنون. انشالله هزار ساله شوید. و فکر میکنم که نزدیک میشم به دهه چهارم زندگی خود. با وجودی که مولانا همیشه میگه 40 سالگی سن کمال هست. دهه اول زندگیتان، دهه دوم و دهه سوم زندگیتان
کدام دهه باب میلتان بوده؟ کدام دهه زیباترین دهه زندگیتان؟ جناب آقای لشکری، هر دهه زیبای خود داره. مثلا دهه کودکی، ایام کودکی چقدر زیبا هست و خاطرات، گرچه ما در مهاجرت بودیم ولی برام بسیار جالب هست. من کودکی من بازی های من تظاهرات بود. دهه دوم دهه سختی بود. ما رژیم طالبان را مجبور بودیم تحمل کنیم، در خانه بشینیم 6 سال. میگن که شما پاسپورت آمریکایی دارید و چرا باید پاسپورت آمریکایی داشته باشید؟ نه واقعا، چرا باید وکیل یک نماینده مردم در پارلمان پاسپورت آمریکایی داشته باشه؟ و اگر واقعا پاسپورت آمریکایی دارید، خب دارید دیگه. برای اینکه پاسپورت آمریکایی داشته باشیم، ولو به هر شکلی که به آمریکا برین، باید در آمریکا زندگی کنه. ده. و من در آمریکا زندگی نکردم و به همین دلیل پاسپورت آمریکایی ندارم. پیشنهادهای زیاد وزارتی و ریاستی داشتید از سوی حکومت، چرا هیچ وقت نخواستید وزیر شه وزارت؟ چقدر خوب است فعلا حکومت داری در افغانستان به شکلی هست که مصلحتی است، به شکلی هست که باید باج بدی برای یک تصمیم نادرست. چرا او تصمیم بگیری؟ نخستین شخصی است که میخوایم نظر شما رو دارش. اکثر سخنرانی هایش بسیار تاثیرگذار بود، قسمتی از تاریخ افغانستان هست و غیر قابل انکار، ولی نسبت به عملکرد خود باید به مردم افغانستان پاسخگو باشه. این شخص من به عنوان یک عضو مجلس نمایندگان برایشان احترام دارم. این شخص میشناسید دیگه؟ اگر بگیم افغانستان چند تا چهره داره، یکی از چهره هایش جناب آقای دریاست. هنرمند کسی هست که برای دردها و آرزوهای مردم خود بخونه. دقیقاً. و اینها عمو تو یک شخص هستن. یک تصویر دیگر را میخوایم به شما نشان بدم و نظرتان را در موردش بدم. تصویری که شاید قبولش کنه ولی نمیبخشیمش. خب سوال اول شما بپرسید، راحت باشید. به دلیل تهدیدهای امنیتی، چالش‌های امنیتی که همه خبرنگارا دارن، همه آگاهان مثلا امور سیاسی دارن، حتی دادخواه ها دارن، و شما تقریبا یک ماه هست که خانواده خود ندید، پشت خانم خود دیگ شده یا پشت تنها فرزند خود. بخورین دیگه. نمه میگو اولی که خب نه مشخص جواب بده. مشخص بود. اولی که خب خانم جایگاه خود داره، هم خیلی دوست داریم هم دیگر، هم عاشقانه با یک دیگر زندگی میکنیم. دو فرزند دارم، مجتبی جان و دریا جان. بله، یک پسر یک دختر. و اما هم خانم میدانه که بیشتر پشت کی دق شدم. خب هم مجتبی جان و دریا جان هم میدانه که من بیشتر پشت کی دق شدم. به او خاطر با خدا من یک سوال سخت شما نمیخواستم بپرسم. من گفتم قصد همه کسایی که اونا رو به چوکی شوندن و آزارشون دادن، من میگیرم از شما. دیدی چقدر سخت است توری؟ خیلی سخت. بخورین دیگه. نمیشه که مثلا دو تا رو انتخاب کنم؟ نه دیگه. بخاطر که دریا جان دخترکم میبخشه همیشه مرا، یعنی بعضی اوقات اگر اشتباهی هم میکنم، چیزی میگه گوش نمیکنم، زود میبخشه مرا. دختر از دلش نازک است، زود میبخشه. و بعد خودش میدونه پدرش در این لحظه چه شرایطی هست. کار غیرقانونی نکنه. از من بیشتر خواستین که اما به قانون نمیبخشه. به قانون این برنامه باید احترام بگیره. و خانومم هم اگر بگویم مشتبه جان، خب خانومم ناراحت میشه. خانومم ناراحت چه بچه‌ن بابت نقص میکنم. خانم اگر بگویم بعد مجتبی جان ناراحت میشه. مجتبی جان که اصلا نمیخوایم ناراحت شوه، به هیچ عنوان ناراحت شوه. و دریا جان هم شما گفتید اگر دو تا رو بگویم قبول نداری. چه نه خیر. وای چه بوی بدی میده. چی هستی که چی جور کردید با خدایی را؟ مریض نشیم با خدا را، کسی خیلی بوی بد میده.
اینو میدونه که قانون نیست که کمی باید بخوری. قانون چیزه که خیلی کم باید. خب خوب شد که سوال اول ما پرسیدین، وگرنه میگفت که قانونی هست که همه رو باید بخوریم. خیلی کم اصلا خب. میشه نخوریم نه اصلا. باید بخوریم دیگه، گفتم که نمیشه. آب بیاره. این روغن داشت. روغن چیز روغن مویی نباشه هیچی بیخت برانیزه نام برمه بتید فاسدترین و معاملگرترین و رشوتخورترین و بیو ترین من از احساس میتید بخورم بگیرم وکیل پارلمان کی است؟ نام بتید یا ای که هات ساس در انتظار شماست تا این نصیب ما نشده هات ساس بود من به این سوال شما جواب نمیدم و دلیلش این نیست که نتوانم دلیلش این هست که به اندازه کافی زور جنگیدن با همین شخص من میفهمین که آدم وقتی وارد یک مبارزه میشه باید به اساس ابزارهای خود میشه بله من ابزار کافی برای یک همچین جنگ ندارم چون کسی که فاسد هست همه چیز زیر پا میکنه هر ارزشی داره و من خیلی چیزها برای از دست دادن دارم به عنوان یک زن به عنوان یک مادر به عنوان یک خانم سیاستمدار به خاطر من میخورم بکر سر برتان آرزی موفقیت رو نوش جان فکر کردم میگین نخور نه خواهش میکنم ما مردها قدر بخشنده امکان نداره بفرمایید هات ساس یکی از ساس های مورد علاقه ایم است بوی خوبی هم داره اتفاقا و من میدارم شما دوست دارید حتما اتفاقا استفاده کنید خواستید من میگم آماده کنن بعد از این برتان بفرستن خیلی شیرین است تشکر دفعه اتفاقا. اول آخر است که بعد اگر یک ذره بخورید ده حلق پرتید زیاد احساس نمی‌کنید چیزی یعنی واقعا یک سس هات ساس یعنی ساس داغ دیگه یک شوب جانانه بزنید یعنی صحیح یک نیم گلاس من شما رو ایتون نمیدونم بگو از تمام زوری به کالتم استفاده میکنم